کشور اندونزی با رسم و رسوم‌های عجیب است و قسمت‌های مختلف این کشور فرهنگ و آیین منحصر به فرد خودش را دارد. از جمله رسومی که برای قرن‌ها برگزار شده‌اند و حتی اکنون نیز مردمان این کشور به برگزاری آنها می‌پردازند. برخی از آنها جذاب و شگفت‌انگیز است. بعضی از آنها ممکن است ترسناک و عجیب باشد. همراهان گرامی، برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو فعال سازید. همراهان گرامی، سلام، وقتتون بخیر. مرگ به معنای خداحافظی نیست. مردمان توراجا معتقدند ممکن است فردی که میمیرد جسدش پوسیده شود، اما روح او تا زمانی که یک مراسم تدفین بزرگ ترتیب داده نشود همچنان باقی خواهد ماند. در ابتدا شاید تصور کنید این مراسم رامبوسولو باید غم‌انگیز باشد، اما مردمان توراجا آن را به شکل یک جشن برگزار میکنند، چرا که روح را به مقصد نهایی زندگی منتقل می کنند. اما یک مراسم بزرگ پول زیاده هم می خواهد که توراجا هم چند سال برای جمع‌آوری آن صرف می کنند. در این سالها آنها شخص فوت شده را مثل بیمار مراقبت می کنند و به او غذا می دهند. اگرچه این موضوع برای ما عجیب است، اما برای توراجاها این رسم بسیار معمول است. مجسمه برای درگذشتگان. تا او مجسمه است که از جنس چوب یا بامبو به یاد متوفا ساخته می شود. توراجاها معتقدند که روح افراد مرده از طریق این مجسمه ها به زندگی ادامه می دهد و محافظ مقبره و ناجی زندگان خواهد شد. نبش قبر مردگان. رسوم عجیب مردم توراجاها به همین جا ختم نمی شود و آنها پس از مرگ هم دوباره متوفا را از قبر بیرون می کشند. این رسم به منظور ادای احترام حتی با گذشت مدت‌ها از زمان مرگ همچنان برگزار می‌شود. هر 3 سال یک بار اجساد از خاک بیرون آورده می‌شوند و دوباره لباس‌های را به تن آنها می‌کنند. بعد از این مراسم آنها با جسد متوفا عکس می‌گیرند و دوباره او را در خاک می‌گذارند. دفن نوزادها در سوراخ درخت‌ها. از نظر توراجاها نوزادانی که زیر 6 ماه سن دارند مقدس هستند. اگر بچه های آنها قبل از رسیدن به سن 6 ماهگی بمیرند، دور آنها برگ‌های می‌پیچانند و آنها را در سوراخ درخت‌ها قرار می‌دهند. اگرچه این رسم در حال از بین رفتن است، اما این قبرستان نوزادان را هنوز هم می‌توان در اندونزی پیدا کرد. لباس گامش آبی. هر فرهنگ و مذهبی شیوه منحصر به فرد خود را در نمایش تعلق خاطر به خدایشان دارند. برخی از طریق عبادت، برخی از طریق مراقبه و گاهی هم از طریق قربانی کردن. اما این رسم عجیب در اندونزی به پوشیدن لباس گامش آبی منجر می شود. در هر ماه سرایان اولین ماه از گاه شماره جاوی افراد با ظاهر گامش آبی در خیابانها حرکت می کنند. مردان خود را به وسیله نفت و یا زغال سیاه می کنند و یک شاخ و زنگوله را به سر و گردن خود آویزان می کنند. این کار روشی است برای درخواست باران و محصولات و از آنجایی که گامش آبی به دلیل قدرت زیادش در کشاورزی استفاده می شود، نماد برای این آیین شده است. قدرت‌های فراانسانی. هنرهای رزمی دیباز که از آستان بانپن در اندونزی سرچشمه می گیرد، بروی افزایش تحمل درد متمرکز است. اجرا کننده این آیین باید ورود شمشیر و خنجر به بدنش را تحمل کند. همچنین دیگر توانایی مثل خوردن آتش، جویدن شیشه و فرو کردن سوزن در بخش‌های مختلف بدن از جمله صورت باعث تعجب شما خواهد شد. این اقدامات معمولاً ردی روی بدن آنها نمی‌گذارند و معتقدند به این دلیل است که برای خدای خود قربانی می‌کنند. سوزاندن کشتی. دهه‌های قبل گروهی از مهاجران چینی از منطقه فوجیان با یک قایق چوبی محل زندگی خود را ترک می‌کنند و دنبال زندگی بهتر می روند. آنها در نهایت به مکان نامعلوم می رسند و برای نشان دادن عزم و ارادهشان تصمیم می گیرند کشتی خود را بسوزانند که هیچگاه به زادگاهشان باز نگردند. این رویداد تاریخی هر ساله بین آن یک جشن برگزار می شود. لطفاً
لطفاً نظرات و پیشنهاداتون رو با من شریک سازید. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم. زندگی رو در امن و شادی سپری نمایید. امیدوارم کانال استار مدیا رو سابسکرایب و همراهی کنید.